صدا دوربین حرکت اسمم لینداست فامیلم کیانیه توی شهری به دنیا آمدم یه روزی یکی از روزهای خدا یه کودکی داشتم یه نوجوونی داشتم یه جوونی داشتم الانم که اینجا در خدمت شما در اوایل جنگ تحمیلی در آبادان به دنیا آمدی آیا خاطراتی از دوران جنگ به یاد داری اون موقعی که به دنیا آمدم خب مسلما که چیزی در خاطرم نیست ولی تا هشت سالگی من جنگ بود و فکر میکنم که اصلا از چهار سالگی به بعد آره خب مثل همه یه خاطراتی داره خاطراتی که از جنگ دارم خاطراتی نیست که آدم هی بخواد بهشون رجوع کنه چون واقعا نه خیلی لذت بخشه نه اینکه یادآوریش حال خوبی بهت میده ولی خب الان که دیگه زمان گذشته وقتی که بهش فکر میکنم و ازش حرف میزنم یه ذره من گیر کردم کلا تو اون دوران و اینکه شاید بیشتر از مثلا خواهر برادران بهش فکر میکنم و راجبش حرف میزنم و راجبش میخونم و راجبش میبینم نمیدونم من من سنم از همه اونا کمتر بوده چون من بچه کوچیک خانواده حالا به جز خواهر کوچیکم ولی برای من چیزهایی که شاید اسمش بشه نقطه ضعف تو زندگیم بوده الان فکر کردن بهش برام خیلی لذت بخشه و کلا پیگیرشونم یعنی اینطوری نیست که مثلا بوستیده باشم بذارمشون کنار کلا پیگیر یه سری اتفاقاتی هم که شاید برای دیگران خیلی مهم نیست تو نه هیچ وقت نه خب تهرانم بمبارون شد دیگه من از تهران یادم به بمبارون های تهران من بعد از چهار تا پسر به دنیا آمدم و خاطراتی که مامانم تعریف می‌کنه، اینه که اتاقی که برای من چیده بوده اون تخت و اون لباس های دخترونه که سالهای سال آرزو داشته دختر بیاره و لاک که خریده بوده و لوازمی که خریده بوده و اینکه فقط ما یه هفته از اون استفاده کردیم دیگه یعنی اون در اون اتاق بسته شد به امید اینه که حالا برگردیم به زودی ولی دیگه من هیچ کدوم از <applause> نه هیش کدوم از این لباسا لاکا کفشای دخترونه لباسی هیچ کدوم از اون استفاده نکردم دیگه همش موند همونجا به ما و ما اومدیم هم و منم همون فکر دیگه لباسای پسرا رو پوشیدم بزرگ شدم <تصفيق> <تصفيق> اول رفتیم شیراز و مرو و چون فکر می‌کردیم حالا مامانا فکر میکردن که مثلا ده روز دیگه تموم میشه پنج روز دیگه تموم میشه یه هفته دیگه تموم میشه دونستن که 8 سال طول آها آه عروسک ها نگفتم آره آره تمام عروسک هایی که مامانم برام در طی این سالها جمع وری کرده بود که یه دختری بیاره که دختر با این عروسک ها بازی کنه که و هیچ وقت نشد دیگه چون ما دست خالی اومدیم دیگه هر کی فقط دوست تا که لباس و جوراب و کفش برداشته یعنی به رو با برادرات بازی کردی اصلا فکر می که اصلا هیچ وقت اسباب بازی نداشتم به جز یه عروسکی که بعدن که اومدیم تهران خالم برای به دنیا آمدنم خریده بود که اون یه عروسک بود که اونم همیشه تو جعبه بود دستم نمیدادن که باش بازی کنم <applause> چی شد که در دانشگاه فلسفه انتخاب کردی؟ آیا فلسفه در انتخاب آثارت نقشی داشته یا نه در زندگی فردی چطور؟ فلسفه انتخاب کردنم برمیگرده به دوره‌ای که 8 یا نه سالم بود. نه، شاید خیلی کوچیک‌تر، ولی اصلا نمیدونستم حالا علمی به نام فلسفه وجود داره. همیشه مثل همه بچه های دیگه هزار تا سوال داشتم راجب به خدا، راجع به زندگی، راجب به آسمون، راجب به دریا، راجع به زمین، همه این سال که دیگه از دو سه سالگی هممون داریم هیچ وقت هم که هیچ جوابی به ما داده نمیشد برای اینکه خب هیچکس کس جوابو نمیدونست که بخواد به ما بگه من یه روز خیلی اتفاقی خواهر یکی از دوستام که دبیرستانی بود امتحان داشت داشت درس میخوند من اتفاقی دیدمش بعد گفتم چی داری میخونی گفت فلسفه بعد گفتم فلسفه چیه گفت که هر جوابی که تو زندگیت داشته باشی و هیچکس نتونه بهت بد بده تو تو کتابا میتونی جوابا رو پیدا کنی بعد گفتم یعنی همه گفته خدا کیه از کجا اومده چه جوری مثلا به دنیا آمده همه این سال گو آره هر چی تو سال داشته باشی تو این کتابا میتونی پیدا کنی بعد این تو ذهن من موند و من در ویرستان قرار بود برم هنرستان بخونم ولی خب یه شرط زندگیمون جو یه جوری بود که نمیشد و از من دور بود و موقع خیلی اینطوری ای نبود که سر هر مدرسه ای باشه و با هنرستانی باشه و با اینا من رفتم علوم انسانی خوندم بازم خیلی اتفاقی سال دوم دبیرستان دیدم که یک کتابی داریم به نام فلسفه و منطق و من عاشق فلسفه شدم همونجا و از اونجایی که یهو خیلی گیر میدم به یه چیزی دیگه پیگیری کردم و دانشگاه فلسفه رو انتخاب کردم دارم فوق لیسانس هم, همینطور حقیقتش اینه که من همچنان فکر میکنم که تو دانشگاه هیچی به آدم یاد نمیدن فقط وقت آدم گرفته میشه فقط یه سری تجربه ها به دست میاری که اون تجربه ها خیلی لذت بخشه خیلی ارزشمنده ولی واقعا اینکه بخوام به من چیزی یاد بدن نه تو دوره بعدی تو کارشناسی ارشد یه ذره متفاوت تر فکر میکنم فکر میکنم که انگار اونجا یه سری چیزایی که باید تو دوره لیسانس میاموختم و نیاموختم شاید به خاطر شیطنت شاید به خاطر اون دوره سنی شاید به هزار دلیل دیگه تو دوره بعد یه ذره روشون امیختر شدم کمک کننده تر بود و اینکه هیچ وقت که به این جوابها فکر نمیکنم برسه چون که نظر من با نظر تو با نظر اون با نظر دیگری فرق داره هی داره کامل تر میشه هی این جوابا داره به تکامل میرسه ولی هنوز فکر نمیکنم به جوابی رسیده باشیم میکنی اگر به اون دوران دوباره فلسفه انتخاب بدون شک فلسفه رو انتخاب میکنم ولی یک جور دیگه درس میخونم یک جور دیگه مطالعه میکنم جور دیگه یاد میگیرم و خیلی عمیقتر همه چی رو نگاه میکنم بدون شک فلسفه میخونم من چون که هیچ عملی رو صورت رو انجام ندادم هر کس میخواد کار دعی شستی سازه اول همه زن میزنه به من چون من یه ذره شبیه دخترهای اون موقع دعی شستی ها. من فکر میکنم که به خاطر اینکه شاید عمل زیبایی نداشتم دماغم که نکم لبم آمپولم آمپول آمپول نزدم گونه نزداشتم شاید یه ذره شبیه اون دخترهای اون موقع دختر خوباشون داف مافای خوشگلش و برای همین به من زنگ زنم یه ذره دیگه میخوام کمتر بازی کنم از نقش های اون مدلی چون احساس میکنم دیگه یه سه چهار تا پای سر هم شد و اینکه قیافه با روسریم روسری میخوره دیگه خیلی به زن های این دوره به این خاطر رابطه شما با نسل جوان بعدی چگونه است؟ اشتراکتون بیشتر است یا اختلافتون؟ من از اونجایی که خیلی آدم باحالی هستم و خیلی روشن فکرم و خیلی امروزیم رابطم با نسل جوان خیلی خوبه. یه چیزاییش که ناراحتم میکنه ولی در نتیجه میدونم که بالاخره اون قرار نیست مثل من فکر کنه چون من اصولا آدم سنتی هستم ولی آدم باحالی هستم و با همه چی کنار میام. میپذیرم یعنی یه سری چیزا رو. بعد و اینکه اطراف خودم هم چون که دختر پسرای 17 18 سال ز سال زیاد دارم زیاد هستم باهاشون و خیلی اوکی هم. کتابی که دوستش داری و خوندنش رو به دیگران پیشنهاد میکنی نامش چیست؟ گلی ترقی جزو کتاباییه که هر وقت میخونم یه ترابت و شادابی و حال خوبی بهم ساند جای دیگر دو دنیا توی جای دیگر فکر کنم داستان های کوتاه داستان کوتاه همیشه بر من خیلی لذت بخشه چون زود به نتیجه میرسه و قرار نیست که به خاطرش هزار صفحه بخونیم میبره توی گذشته ای و توی تراوتی و توی تابستونایی و توی عاشقیایی یا توی زندگیایی و که شاید من تجربه نکرده باشم ولی همین که اون نویسنده حالا یا تو ذهنش یا تجربه کرده حال منم خوب میکنه اهل سفر هستی آیا <applause> <applause> بهترین جایی که رفتی و ما پیشنهاد میکنی چیست؟ اهل سفر هستم، عاشق سفرم، خیلی دوست دارم. به نظرم سفر هر جا که میخواد باشه. از این بغل گوشمون گرفته تا اون سر دنیا، هر جا که بری، با هر کیفیتی، با هر کمیتی ارزشمنده و یه چیزی رو بهت اضافه میکنه که تو قبل از اون نداشتی. نمیتونم بگم جای خاصی چون هر جا که بری، هر جا، هر جا، هر جا که بری لذت بخشه. هر جا هر جا که معماری خوب داره حالا هوای خوب داره آدمای خوب داره جنوب 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 به کشور که هرچی بری سیر نمیشه چقدر اهل موسیقی هستی؟ چه سبک یا گروهی برایت جذابیت بیشتری دارد؟ من از اونجایی که یه آدم پیر و سنتی و کلاسیکی هستم اصولا آدم موسیقی خیلی سنتی گوش میکنم پاپ خیلی در توانم نیست در حد اینکه یه بار دو بار خیلی یه چیز هیجان توش باشه گوش میکنم ولی همین و بیشتر نمیتونم یعنی مغزم گنجایش نداره ولی سنتی و هزاران و هزاران بار تک نوازی خیلی دوست داره. دارم حال میکنم کلا بی کلام فکر میکنم که بیشتر حالم خوب میکنه ولی سنتی با کلام هم که استاد شجریان شب سکوت کوی رو هزار 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 بار سیر نمیشم همایون هزار 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 بار هر بار جذابه تو هر حال و هوایی که باشی تو هر دوره ای از زندگیت که باشی حالا ما اونا بیشتر خوب میکنم ولی خب حالا یه مقایم هایی هم شیش و هش کش میکنم خیلی هم حال میده خیلی هم لذت بخشه ولی بیشتر سنتی باب میل اگه یه شرکت پستی تضمین دی یه بسته پستی رو 20 سال بعد هر کجا دنیا که باشی دستت برسونه دوست داری تو اون بسته چی برای خودت گذاشته باشی بدون شک عکس عکس 20 سال پیش هم و برای 20 سال آینده <laughs> شاید اون یعنی خب تنها چیزی که فکر میکنم ارزش داشته باشه 20 سال آینده عکس های امروز و دیروز دیگه چیز دیگه فکر نمی‌کنم همه چی خانوادگی عکس خانوادگی عکس خودم عکس جوونی عکس شادابی عکس روزای خوب که با دیدنش مرور کنم این روزا رو و به این فکر کنم که امروز به 20 سال آیندم فکر کرده بودم اگه قرار باشه با یک شاخه گل از یک شخصیت تاریخی ایرانی یا خارجی حالا تشکر کنی چه کسی رو انتخاب میکنی؟ خیلی ها هستم ولی خب بدون شک مثلا از همه نزدیکتر به من شاید من 2500 سال پیش ولی حالا اون که ذره شاید بعیده ولی مثلا شاید فروغ اگه بود و اگه میتونستم یه شاخه گل بهش میدادم و از اینکه انقدر تعریف زن بودن رو عوض کرده و این همه آگاهی داده رو شاید ازش هشکر میکردم به عنوان هدیه سوالی دارید که به برنامه ای ما بدین تا از مهمان برنامه بپرسیم از مهمونهای بعدیتون از آدمایی که تو تاریخ برات مهمن دوست داری یه روز رو با کدوم شخصیت بگذرونی اگه بخوام یه روزمو با یه شخصیت تاریخی بگذرونم برم گردم به همون 2500 سال پیش شاید یه روز مثلا تخت جمشید با کوروش یا داریوش یه روز توی قصر با یکی از پادشاهان دوره هخامنشی هیجان انگیز آخه دیگه خیلی فکر کنم کار لذت بخش و عجیبیه فکر کنید اصلا یه شام بری و خوری باشه لباس خوشگل به به این فیلم ها